ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان دهه 40 تفکر ناسیونالیستی که از مشروطه اومده بود و تئوری غالب حکومت شاه بود، ضمن که در دنیا هم دموده شده بود و در واقع جلوی دو تا جنگ جهانی رو داشت دست بشریت گذاشته بود، در ایران جلوی تئوری کازموپولیتانیسم و جهانگرایی مارکسیستی در واقع کاملا شکست خورد. انقلابیگری، انقلاب اونم بر انگاره و مدل انقلاب اکتبر روسیه، شد سکه رایج فکری در کشور، شد درمان همه دردا. انقلاب شد گفتمان غالب، در واقع دیسکورس و گفتمان ناسیونالیستی در دهه 40 جلوی گفتمان انقلابی شکست خورد. با درود فراوان به شما، تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان هستید، کوچه بزرگی که در تاریخ ما بی سابقه بوده است. همانطور که طی هفته‌های گذشته شاهد بودید، در این هفته نیز به دلیل نزدیک شدن سالگرد انقلاب اسلامی به دلایل این دگرگونی تاریخی می‌پردازیم. دلایلی که عامل نابسامانی میلیون‌ها ایرانی گردیده. نابسامانی حداقل 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور و 85% ملت ایران در وطن ما. رقم 85% از آنجا می آید که کارشناسان مسائل سیاسی اجتماعی طرفداران رژیم کنونی ایران را حد اکثر 15% می دانند. و باید در نظر بگیرید که طیف گسترده از این 15% حقوق بگیران رژیم هم هستند، نه طرفدار با ایمان. ولی به هر صورت همانند این که ما در دوران پایانی رژیم گذشته دیدیم عده زیادی از فعالان سیاسی رژیم قبل از خروج پادشاه از کشور به دلایل مختلف از جمله بیماری و معالجه کشور را ترک کردند، و عده‌ای هم که تا به دیدن ناتوانی رژیم در مقابل شورش‌های خیابانی را نداشتن برای همیشه ترک وطن کردند، این موقعیت استثنایی به وجود آمده و اینها طرفداران رژیم نیستند. من در طی این 35 سال به دلیل همین نابسامانی به جای اینکه به حرفه خودم که فیلم سازی است بپردازم، کار ژورنالیستی را انتخاب کردم تا از دلایل این آوارگی که چون آواری به نام جمهوری اسلامی بر سر ما خراب شد سر در بیارم. هدایت یک برنامه تلویزیونی طی 34 سال خود به خود من و همکارانم را به ریشه های عوامل سرنگونی رژیم گذشته نزدیک کرد، و چون این اتفاق برای همه دولت مردان آن روزها هم غافلگیرانه بود، میبینیم که مردان سیاسی ما امروز پس از گذشت 36 سال به نتایج تازه رسیدن که پای صحبت آنها نشستن خود بسیار آموزنده است. آیا واقعا نیازی به این دگرگونی بود؟ دگرگونی تاریخی؟ در بین تمام روزنامه نگاران و نویسندگان و اندیشمندان ایرانی ترک وطن کرده دو تن طی این سالها پیشتاز بودند. مطمئنم که شما هم با من هم عقیده اید. این دو تن را هفته گذشته در استودیوی ما در لس آنجلس کنار هم داشتیم. روزنامه نگارانی که طی این سالها همیشه در جستجوی حقیقت بودند، و بدون این دو واقعا فضای رسانه خارج از کشور چه خالی و بی محتوا و حتی بی احساس است. علیرضا نوری‌زاده و علیرضا میبودی در لس آنجلس با هم. این بلایی که به سر ما آمد شاید یه بلای اجباری بود. واقعا گاهی اوقات این فکر نمی‌کنی علی؟ من اصلا باید اتفاق می‌افتاد. یه نه حرف کسروی دیگه. ما یه حکومت بده کار با آخونده نمی‌شد کاری کرد. اجتناب ناپذیره. وقتی تاریخ تصحیح اراده می‌کنه دیگه، خب چون خود انسان هم داره سهیمه، ما بسیار غفلت کردیم راجع به گذشته خودمون. مستحق بودیم. استحقاق داشتیم. استحقاق به اصطلاح این چوب کاری رو داشتیم. و باید چون روشنفکران ما
تصمیم خودشون گرفته بودن. هیچ کس طرفدار اصلاحات نبود. هیچ کس نمیخواد چیزی درست واقعا بشه. اصلاحات همه میخواستن زیر رو بکنه. دقیقاً. یعنی تصمیم قطعی گرفته بودن که جامعه ایران زیر رو بکنن. و خب الان برگردید بخونید مجموعه مقالات اون زمان رو، به ویژه تجزیه و تحلیل هایی که میشد حتی بعد از مثلا انقلاب سفید، انقلاب شاه و مرد، چه انقلاب سفید بود اسمش، حتی بعد از اون هم گرچه عده‌ای از اونها کوتاه اومدن و حتی در حزب توده هم یه انشعاب صورت گرفت، سازمان انقلاب حزب انقلاب، سازمان انقلابی حزب توده اومد بیرون از اونجا، آقای کوروش بود و قاسمی بود و اون دار دسته بودن که اینا بعدم پیوستن. یه دی از اونا بودن اومدن گفتن که آقا ما از شرایط ایران دور شدیم، بله برگردیم ایران. تجزیه و تحلیلی که ما الان داریم راجع به ایران میکنیم منطبق با واقعیت نیست، وضعیت ایران عوض شده، برگردیم مثل خود نیکخواه، مردم پولدار شدن، انقلاب شده تو ایران، ولی یه دی هنوزم باور نداشتن. اونا ایستادگی کردن و معتقد بودن که در ایران چیزی برای اصلاح وجود نداره، این نظام قابل اصلاح. به قول یه نفرشون میگفت، ما اینجوری میگفتیم که آره، کنیدی به شاه گفته اصلاح طرزی بکنم کرده، میگو اصلا فکر نمیکردیم به محتواش. نه درست، کاملا درست. آقا زنها دارن حق رأی میگیرن، سپاه دانش کار بزرگی بود، سپاه خیلی دانش خیلی سپاه دانش به نظرم مهمتری اتفاقی در تاریخ افتاد، خیلی مهم بود، برای اینکه خیلی از دوستان من و شما بعدا دیدیم اونا دختر و پسرانی که تو سن 18 سالگی 19 سالگی میشدن رئیس یک دهکده، احترام پیدا میکردن. مدت یک سال و اندی بود، دو سال در اونجا بودن، مدرسه میساختن، پل میساختن، گرمابه میساختن، درمانگاه میساختن، اینا صاحب شخصیت میشدن، بعدن اومدن بیرون شدن بهترین مدیران ایران، تجربه عالی بود دیگه، برخیشون شدن بهترین نویسندگان ایران. امین فقیری یادمون نمیره و برادرش بود و اینا آمدن تصویر دیگری از روستا رو عرضه کردن. یعنی ایرانی ها اصلا روستا رو نمیشناختن. روستایی که من میشناختیم از طریق آثار صادق هدایت دقیقا آقای چوبه، در حالی که روستا تغییر چهره داده بودن. در اینجا به آخرین قسمت از مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر امیراسلان افشار، رئیس تشریفات شاهنشاهی در رژیم گذشته می‌پردازیم. اولین سفیر ایران بود در دربار ناپلئون از اجداد بنده است. آخرین سوال خودم بیشتر احساساتی است از شما که مصدر کارهای بسیار با اهمیتی در کشور بودید، سفیر ایران در کشورهای مختلف بودید و این یک سال و نیم آخر رژیم گذشته هم در دربار شاهنشاهی تشریفات رو حفظ میکردید. چگونه شد که از یک چنین نیروهای از در ایران استفاده نشد؟ کسانی که وطن پرست بودند، کسانی که عشق به کشور داشتند، برای مثال خود جم امثال ایشون زیاد بودند، در نیروهای سیاسی هم بودند. نظر شما رو میخوام بدونم واقعا چطور شد که از این نیروها استفاده نشد؟ بله، خب ملاحظه بفهمید که فقط میشنم در چند کلمه خدمتتون عرض کنم که موانعی که برای اینا ایجاد میکردن که نتونن بیان ازشون استفاده بشه. بالاخره کسانی بودند که افراد خودشون رو نزدیک میکردن به اعلیحضرت، افرادی بودن که مانع میشدن کسان دیگه نزدیک بشن، همونطور که عرض کردم خدمتون، تمام اونایی که سابقا در سیاست بودن شاید مملکت هم نجات میدادن در مواقع بسیار سخت، حالا از قوام سلطنه گرفته یا از فرض بفرمایید از ساید گرفته با نفت، نمیدونم موضوع نفت، این همه اینا به یک نحوی از آنها بالاخره خدمت میکردن، مانع از این شدن که اینها حقیقتا نزدیک بشن، برای خاطری که خودشون در نزد اعلیحضرت مقرب باشن. و من تصور میکنم که اعلیحضرت میبایستی که، البته تشریفات بنده از خودم چیزی صحبت نمی کنم، ولی فقط یک سال و نیم اونجا بودم، ولی من اگر که شاید دو سه سال زودتر میامدم بیشتر میتونستم شاید خدمت بکنم. در همین یک سال و نیم گذشته که بنده بودم، خب یک کار خیلی بزرگی هم انجام شد، برای خاطری که اعلیحضرت 22 تا آجودان داشتم. بعد یه روز به اعلیحضرت عرض کردم که یه چیزی پیش آمد که اعلیحضرت فرمودن که برای یه خانومی بودش که در دربار کار میکرد، اعلیحضرت فرمودن که برای این خانوم
یک فرمان بنویسید که امضا بکنم. عرض کردم خب فرمان چی؟ فرمودن فرمان آجودانی. عرض کردم علازت آخه سابقه ای نداره که خانومی آجودان علازت باشه. اگر هستن این خانوما در یک کشور مثل هلند که ملکه هلند هستن. فرمودن نه چش کار داره، ما وزیر زن داریم، ما نخست چیز سفیر زن داریم، ما نماینده مجلس زن داریم، ما سناتور داریم، اشکالی نداره. چیزی نگفتم، گفتم چشم، رفتم. روز بعد آمدم حضور علازت، وقتی که فرمودن چطور شد، دیدم علازت حالشون خوب بود، سرحال هستن، حالتیم خوب بود. علازت یه سوال داشتم، اصلا علازت همایونی چقدر، چه احتیاجی به تمام این آجودان داره؟ خب تعدادی از این آجودان ها افراد خیلی خوبی هستن، تعدادی هم هستن که خب بیزنس دارن و باز در کار میکنن و یه چیزایی که در فور شن دربار نیست. روز فرمودن چطور؟ گفتم مثلا فرض کنید که یکی از اینا، فرض بفرمایید که در یه بازار نمیدونم یه معامله ای داره، یه کاری میخواد انجام بده فورا اینا، و بعدم روز کشی کش که هست میگه که خب من که وقت ندارم الان، شما پس فردا تلفن کنید به دربار، تلفن کنید به دفتر علازت، من اونجا هستم، بعد با هم صحبت کنیم قرار کنیم. بودم بابون این میده یعنی چه علازت، این چه برای این شخص، برای خودش چه کردی درست کرد با این هم کنم، یا فهمیدن که خب پس چی میده کردم. بابون اینا رو تمام آجودان ها رو نقید، تمام آجودان ها رو یه فرمایی که ابلاغ بفرمایید که دیگه از این تاریخ به بعد آجودانی نیست هستن، نیش آجودانی نیستن، اینا همه شون اوتوماتیک ما میشن کارمند تشریفات. بعدا فهمیدن که خیلی خوب، پس اگر اینا کارمند تشریفات بشن، اونایی که مرتب کشیک میدن که باز هم اونا هستن که دوباره میمونن سر کار روز رو تعیین میکنن. فکردن فرقابان این کارم تغییرهای دیگه داره. فهمیدن چه دو؟ گفتن مثل ارتش لازم نیستش که معلوم باشه که فلان کس، فلان آقا 10 سالی که روز چهارشنبه کشیک میده. نه، من شب تلفن میکنم به یه آقا، میگم آقا فردا شما بیاید برای کشیک، اگر تونست بیاد میاد، اگر نه به یک کس دیگه میگم. هیچ کس نمیدونه که چه روزی کشیک داره، چه قراری با کس بده. همین امرم باعث شد که علازت دستور فرمودن و یک مرتبه ابلاغ دادن، تمام فرمان ها رو لغو کرد. بعد از طریق دیگه معلوم شدش که یک اختلافاتی شده بودش و در خرید یه چیزایی و نمیدونم آهن برای جزیره کیش و اینا، دیروزم علازت فرمودن که اداره گمرک دربار هم شما بکنید جزء تشریفات. خب اونم کردیم جزء تشریفات، بلافاصله یک کاغذ به امر علازت به تمام والا حضرت ها نوشته شد که از این تاریخ فقط طبق مثل قانون اساسی فقط شخص علازت اجازه دارن، کسانی دیگه ای که جنس وارد میکنن باید قبلا اطلاع بدن، در بدن هم گمرکش باید پرداخت بکنن. خب ملاحظه فرمایید در این اینجور کارا، خب البته شاید به نظرم نیاد، ولی خب یه کارایی بود، یعنی که اتومبیل ها رو شماره های آبی رو عوض کنید، شماره سفید بذارید تا تعدادشون کم بکنید. اینا یه کاره بودش که خب در یه مدت خیلی کوتاهی شد و مطمئنم ممکن بود بیشتر هم کار میشد، اما کاری مهمی که من سعی میکردم اصلا بیشتر بکنم اینه که افرادی که کنار بودن اینا رو بیارم حضور علازت هم که اینا بیشتر نزدیک بشن و علازت هم خب ببینن که حقیقتا آدم ها هستن، فقط منحصر به چند نفر که دوست هستن. ولی با اون کاری که شما اشاره کردید حتما خیلی دشمن تراشی هم برای خودتون کردین، چون دکانهایی رو هم تعطیل کردید شما. خب دیگه ببینید دیگه این چیزام هست متاسفانه، ولی خب اگرم مونده بودم سالها بیشتر و وضعم عوض نشده بود، شاید هم اصلا دیگه منو میره ماموریت دیگه میفرستم. آقای افشار خیلی خیلی خوشحال شدم که اینجا در نیست خدمت رو رسیدم و خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار بینندگان ما در تلویزیون ایرانیان دادید. خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنم که تشریف بردید، شما رو خسته کردم. اگر این مطالبی گفتم که بعض وقتا درست نبوده دیگه اون بسته به میل خودتون هستش و که البته پخش میفرمایید، ولی خب بی اندازه آموزنده است برای همه ما. خیلی متشکرم از شما. خیلی مرسی. خیلی ممنون. انشالله موفق باشید. متشکرم از لطفتون. باشه. بگذاریم. این هفته و هفته آینده می نشینیم پای صحبت دو هموطنی که در آغاز پا گرفتن حکومت جمهوری اسلامی
در آن رژیم فعال بودند. آقای ایرج پزشکزاد، خالق کتاب تاریخی دایجان ناپلئون، که در ماه‌های آغازین رژیم جمهوری اسلامی قاضی دادگستری بودند، و آقای دکتر محسن سازگارا که از پایه‌گذاران سپاه پاسداران و در رأس چندین سازمان کشوری قرار داشتند. مهم است که از دید این دو هموطن صاحب نظر به دلایل و چگونگی مصادره شدن کشورمان بپردازیم. آقای سازگارا، شما در آغاز انقلاب، ما همگان میدونیم که بسیار فعال بودید، حتی از آمریکا رفتید به پاریس و به خمینی یاری دادید، به اضافه خیلی های دیگه، و بعدم به ایران پرواز کردید و در اونجا هم فعال بودید در چند سال آغاز انقلاب. به هر حال اکنون که 36 سال از این انقلاب اسلامی میگذرد، بفهمید که واقعا این چه شد، چه پیش آمد، چطور شد که این آوار به این ترتیب بر سر ملت ما خراب شد؟ چون در آغاز که کسی همچین تصویری نداشت، یه همچین فکری نبود که این دگرگونی به اینجا بیانجامه که واقعا یک حکومت 100% دیکتاتوری و یک استبداد 1000 بار شدیدتر از دوره پهلوی ها بر ایران حاکم بشه. چه شد؟ بگذارید اینجوری بگیم، دنیای اسلام از جمله ایران در ابتدای قرن 19 از خواب بیدار شد و فهمید که جهان غرب تغییراتی کرده از رنسانس به بعد، از قرن 15-16 به بعد، عصر روشنگری هم پشت سر گذاشته شده و دنیای اسلام جا مونده. این دو رقیب دیرینه شرق و غرب، شرق در واقع جا مونده. معروفه که دنیای اسلام با قرش و توپهای ناپلئون پشت دروازه های قاهره از خواب بیدار شد، و به نظر من در مورد ما ایرانی ها با دو تا جنگ ایران و روس در عهد فتح علی شاه و قاجار در ابتدای قرن 19 مثل دو کشیده محکم که شما بیخ گوش یک خواب آدم خواب بزنی، خواب بیدار شد. صحیح. و یک سوال معروفی عباس میرزا داره از ژنرال گاردان فرانسوی که به قول مرحوم دکتر عبدالهادی حائری میگه این سوال تا همین امروز باقیه. میشونه گاردان رو، میگه فرنگی بگو چی شده که ما دیگه زور اون به این روسا نمیرسه، چه تغییری شده؟ به همین دلیل از اونجا شروع شد. در واقع پدران ما شروع کردن به این که خب ما چجوری به این دنیای مدرن برسیم، و از اون روز تا الان اگر تمام اتفاقاتی که در کشور ما افتاده رو بخوایم خلاصه بکنیم، زیل دو تا سرفصل جا میگیره. یکی تضاد سنت و مدرنیسمه، بله. یکی هم دعوای استبداد آزادی، دومی هم شعبه از اولیه به نوعی. همه جورش هم امتحان کردیم، یعنی دوره اصلاحگران از بالا فکر کردن جامعه رو عوض کنن، میرزا مقام فراهانی، امیر کبیر، میرزا حسین خان سپهسالار، علی خان امین‌الدوله، اینا کسانی بودن رجال استخوندار و فرهیخته‌ای که فکر میکردن نظامات جدید غرب رو از بالا بیارن و جامعه رو درست کنن. پدران ما رسیدن به اینجا که نمیشه این غرب رو بیارن بدون اینکه به استبداد دست بزنن. در سفر سومش ناصرالدین شاه درباری ها رو جمع میکنه، از فرنگ که برمیگرده میگه اونجا همه قانون دیدم، همه چی قانونه، همه چی به نظمه. بعد یکی از درباری ها نقل میکنه میگه ما اون عقب تالار وایساده بودیم، یکیمون جرئت نکرد که بگه اعلی حضرت مشکل خود شمایی، و اون قانونی که در غرب کار میکنه استبداد بالا سرش نیست، بعد استبداد کاهش پیدا بکنه. حاصل این تفکرات شد انقلاب مشروطه. یعنی پدران ما بیشتر از همه متاثر از انقلاب کبیر فرانسه بودن، حتی شعارهای انقلاب فرانسه رو برداشتن و رفتن چارتر نوشتن، در واقع ازش هم لغت عربی ساختن، مشروطش کردن، شد انقلاب مشروطه. و
فکر کردن درست میشه. بعد از انقلاب مشروطه به نظر من میراث از تمام اون مشروطه و استبداد صغیر و جنگ آزادی خواه و غیره، بعدم خورد به جنگ بین الملل اول و اون گرفتاری ها، دو تا میراث در واقع میراث روشنفکرای مشروطه شد. یکی ناسیونالیزم بود، بله، که مدروز اروپا هم بود، یکی هم دولت مقتدر مدرن بود. رضا شاه وقتی کودتای سوم اسفند 1299 رو به کمک ژنرال آیرونساید کرد با سدزیای طباطبایی و اومد در قدرت، عملا نسخه روشنفکرای مشروطه رو پیچید و نسل بعد از مشروطه که بسیار نسل درخشانی هم هست، همشون در هر حرفه‌ای بودن آدمای بی‌نظیری هستند، شدن رجال دوره رضا شاهی و ایران رو اون نسخه ها رو پیچیدن. هم تئوری ناسیونالیسم شد تئوری غالب و هم این که ایران رو به جاده مدرنیته بندازن، اینستیتوشن ها، نهاد های مدرن رو بردارن بیارن. ولی یه بخش مشروطه، اون تضاد استبداد آزادیش به نتیجه نرسید. به نظر من نقطه اختتامش انتخابات مجلس ششمه که رضا شاه برگشت گفتش که در این طویله رو باید بست. از اینجا در واقع میشه گفت که اون بخش انقلاب مشروطه شکست خورد. این دیدگاه شما دقیقا همون دیدگاهی است که آقای خانبابا تهرانی هم چند هفته قبل جدن برحال این ماجرا، یعنی مدرنیته به اشکالات دیگه ای هم در کشور ما داشت. مدرن کردن ایران یه بخش مانع بزرگش مذهب هم بود. درست. مذهبی ها شروع کردن، نسل سید جمال اسدآبادی، شاگردانش در دنیای اسلام مثل شیخ محمد عبدو و یه نسل بدترش مثل امثال منس بازرگان که از فرهنگ برگشتن و اینا، اولین کوشش هاشون هم این بود که خب برای اینکه این مشکل مذهب رو از جلو پای مدرنیته بردارن، شروع کردن به اینکه گفتن هر چی در این دنیا خوبه ما تو اسلام داریم، بهترش هم داریم. یعنی فربهش کردن، چاقش کردن، هر چی به نظرشون خوب بود، کار در اسلام، حتی تا ترمودینامیک صنعتی و فیزیک و شیمی رو بردن تو اسلام و سعی کردن بلکه اسلامو مدرنش کنن، که واقع بینانه نبود. این کوشش در واقع به هر حال مشکل استبداد آزادی هم حل نشد. مدرنیته هم دلایل دیگه هم غیر از مذهب داشت، از جمله اقتصاد آزاد بود. فرق ما با ژاپنیا این شد که اونها آنتروپرنراشون تو دایره مدرنیته رشد کردن، اقتصاد آزاد رشد کرد، مال ما همه چی در انحصار حکومت موند، نفتم که پیدا شد اینو بدترش کرد و آنتروپرنرای ما مثل حاج امین و ضرب و اینها عملا از بین رفتن. رضا شاه هم بیش از 3000 پارچه آبادی رو به نام خودش کرد، به مخالفینش مثل دکتر مصدق اینا میگن 9000 پارچه آبادی. ولی یه دوره هم پدران ما افتادن به این که اصلا فرافکنی کنن، بگن آقا اگه ما نتونستیم به غرب برسیم و رشد بکنیم و ترقی کنیم، اینا اصلا تقصیر ما نیست، تقصیر خارجی هست، استعمار خیلی بده، کیم مقصره؟ که امثال دکتر مصدق بیرا هم نمیگفتن این شرکت نفت ایران و انگلیس عملا استقلال ما رو نفت کرده، پس چیکار کنیم؟ بریم نفت رو ملی کنیم. شد نهضت نفت، ولی سر از چی داره بردیم؟ کودتای 28 مرداد، دوباره نقطه سر خط، انگار یه غلط خوردیم. دوره دهه 20 تموم که شد، دولت ملی مصدق هم با کودتا سرنگون شد، انصافا هم توطئه خارجی هم بود پشتش، توطئه انگلیسی امریکایی، با دربار آقای محمد رضای پهلوی برگشت. ولی خب سال 57 با تظاهرات میلیونی رو چی میفرمایید؟ الان عرض میکنم. ببینید در دهه 40 محمد رضا شاه خب 32 برگشت، تا مستقر شه، تا قلقم کنه توده یا مخالفین غیر و اینا، دهه 40 مواجه شد با ماجرای 15 خرداد و اسلامگره ها رو هم سرکوب کرد و دهه 40 خب قدرت شاه بلا منازع میشه، فاصله میگیره با همه رقبای سیاسیش، دیگه حرف هیچ کم گوش نمیکنه و استبداد کهن سال ما به شکل دیکتاتوری نوین نظامی که تکیهش هم به ارتش و ساواک هست مستقر میشه. تمام رجال قدیمی رو شاه کنار گذاشت، به قول خودش دفعه گفت همه ریختن تو توالت، سیفونشون هم کشیدم، رجال قاجاریه که همه کارگزارای پدرش بودن، نسل جدیدی از تحصیل کرده های غرب بلا قربانگو هم شدن، گردانندگان حکومت، تکنوکرات هم بودن. تکنوکرات. ولی این رو حواسش نبود
که یه جامعه به بزرگی ایران نمیشه با ارتش و سواک اداره کرد. حکومت باید پاش توی بنیانای اجتماع باشه. پدرش عشایر و ایلات رو سرکوب کرده بود، خودش زمیندارای بزرگ رو سرکوب کرد. از سه تا شریک قدرت در دوره قاجاریه، یعنی زمیندارای بزرگ، ایلات، عشایر و روحانیت، موند سومی که دست خورده مونده بود. بله، که حمایت کرد. و در واقع در هر حزب و تشکیلاتی هم شما ببندی، حالا یه روحانیت حاضر یراقی در میدون باشه که البته حجت شرعی نداشت به این که با سلطان عادل شیعه مخالفت کنه. درست. از اینجا روشنفکرا توی میدون پا گذاشتن. دهه 40 به نظر من دهه تعیین کننده است. در عالم هیچ حکومتی شکست نمیخوره مگر اول در عالم نظر و تئوری شکست بخوره، بعد در عالم عمل شکست بخوره. دهه 40 تفکر ناسیونالیستی که از مشروطه اومده بود و تئوری غالب حکومت شاه بود، ضمن که در دنیا هم دموده شده بود و در واقع جلوی دو تا جنگ جهانی رو داشت دست بشریت گذاشته بود، در ایران جلوی تئوری کازموپولیتانیزم و جهانگرایی مارکسیستی در واقع کاملا شکست خورد. انقلابیگری، انقلاب اونم بر انگاره و مدل انقلاب اکتبر روسیه، شد سکه رایج فکری در کشور، شد درمان همه دردا. انقلاب شد گفتمان غالب، در واقع دیسکورس و گفتمان ناسیونالیستی در دهه 40 جلوی گفتمان انقلابی شکست خورد. شما برگردید به دهه 40، تولیدات روشنفکری کشور، اگر احسان نراقی است که با دربار رابطه خوب داره، اگر داریوش شایگانه که سکولار کاملا، اگه شریعتی است که مذهبیه، اگه هر کیو ببینین گفتمان غالب انقلاب و ضد اجنبی. در دهه 40 اتفاق دیگه هم در کشور ما افتاد. اون همین بود که بازگشت به خیش، بازگشت به ارزش‌های خودمون در مقابل غرب زدگی که آل احمد لغتش از فردید وام گرفته بود و سر سفره خیلی های دیگه نشسته بود، در واقع با کاری که سید قطب در مصر کرد، از بنیانگذاران اخوان المسلمین، کتاب بسیار دورانساز جاهلیت قرن بیستم که مترجم این کتاب به فارسی آقای خامنه ایه، در این کتاب مذهبی ها هم دیندارا هم، سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد. بعد از چند دهه کوشش فکری مسلمین از سید جمال تا اون روز که سعی کردن هر چی تو دنیای جدید هست بگن خوبه، بار اسلام کنن، و این کوشش فکری عقیم شد، شکست خورد. میشم توضیح داد چرا عملی نبود. سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد تو اون کتاب، گفت اصلا کی میگه ما باید به این غرب برسیم؟ اینا جاهلیت قرن بیستم، یک سری فکت هم توش تدیب کنه، اینا استعمار کردن، آدم کشتن، اینجوری هم اینجوری هم، پس ما اصلا به اینا احتیاج نداریم، ما راه خودمونو میریم، ما برمیگردیم به اسلام پیامبر و صحابه در قرائت اهل سنت، شیعیان هم در پیامبر و ائمه، آقا میشیم دوباره، دوباره اسلام میشه قدرت اول دنیا. چرا این اتفاق نمیفته؟ یه ده حکومت خائن داریم که دستشونده غربن، با اسلام بدن و جلوشو میگیرن. شما نگاه کنین این حرفایی که من دارم میزنم الان عین حرفایی است که همین تا همین الان آقای خامنه ای میزنه. با آقای خمینی قبلش. با آقای خمینی. آقای خمینی گاهی شما تو نطقاش نگاه کنید، عیناً جملات سید قطب رو کوت میکنه بدون اینکه مأخذش رو بگه. جستجو و پژوهش خودمان را در ارتباط با عوامل کوچ ایرانیان ادامه می دهیم. قبل از هر چیز بگذارید اطلاع دهم که در برنامه دو هفته پیش ما اشاره داشتم که در جایی آمده است که شاه فقید در آخرین روزهای اقامت در ایران شبی در منزل مادر ملکه شهبانو در سر میز شام گفته است که این شام آخر ما در منزل شماست، چون قرار است که ایران را ترک کنیم و به ما گفته شده که به فکر بازگشت نباشید.
در این رابطه دفتر شهبانو طی اطلاعی به مدیریت برنامه تاکید کردند که چنین موضوعی حقیقت نداشته و این قسمتی از کتاب خاطرات تقلبی است که به خانم فریده دیبا نسبت داده شده است. این امر کاملا درست است. درست است که رژیم فریبکار حاکم بر کشور ما چندین خاطرات تقلبی به نام خاطرات خانم فریده دیبا و شهبانو فرح نوشته است که من آنها را در کتابخانه خودم هم دارم. فقط باید در نظر گرفت که نوشته های این کتاب ها بیشتر از وقایع الهام می گیرد که نه به طور عینی بلکه فرضی به دست آمده است. البته نقش خدمه های دربار و آجودان ها و نزدیکان قدرت حاکمه را نباید دست کم بگیرد. من خودم طی این سالها با عده بسیار زیادی از دولت مردان و دستاندرکاران رژیم پادشاهی در ارتباط بود و هستم که اطلاعات به دست آمده از آنها طی این 36 سال ما را روز به روز به واقعیت ها نزدیک می کند. بله درست است، همانطور که در اطلاعیه دفتر شهبانو آمده، خانم فریده دیبا خاطراتی منتشر نکردند که اشاره به آخرین روز اقامت پادشاه در کشور باشد، زیرا ایشان به همراه شاهزاده علیرضا و لیلا پهلوی یک هفته قبل از خروج شاه از ایران کشور را ترک کرده بودند و کتابی که در جمهوری اسلامی به نام خاطرات ایشان نوشته شده کاملا جعلی است و به دلیل لطمه زدن به خاندان پهلوی به رشته تحریر در آمده، مانند ده ها کتاب دیگر که همه ما را جیره خوار آمریکا و اسرائیل معرفی می کنند، حتی خود من را. اما نکته با اهمیت این است که این نویسندگان قلم به مزد برای نوشتن کتاب از کجا الهام می گیرند؟ خب در جایی که پادشاه تاکید می کند که دولت های خارجی دیگر مرا نمی خواستند، یا اینکه با تحقیقات گسترده 10 ساله‌ای که دکتر عباس میلانی بر روی زندگی پادشاه انجام داده، می بینیم که پادشاه قبل از خروج از ایران نیمی از وسایل خود را به خارج فرستاده است. خب همه اینها باعث می شود که نویسندگان کتاب های تقلبی مطالب آنچنانی را در کتاب خود بیاورند که متاسفانه دور از ذهنم نیست ولی واقعیت ندارد. همانطور که آقای جعفر رائد سفیر پادشاه در کشور عربستان سعودی هم در مصاحبه با من میگوید که شاه ما درست مانند ملک فاروق آخرین پادشاه مصر از ارتش خواست که کاری نکند و کشور را ترک کرد و تا زمانی هم که در حیات بودند هرگز از بازگشت حرفی به میان نیاوردند. خب جیره خواران رژیم تهران از این واقعیت ها نتیجه می گیرند و کتاب های جعلی را منتشر می کنند، اما در اصل ناراحتی ما بیشتر از این است که چرا پادشاه ما با شهامت کافی در مقابل آمریکا و انگلیس نایستاد و با ترک کشور حکومت را به خدا سپرد که دیدیم ارتش هم از بختیار فرمان نبرد و در نبود شاه ملکه هم در ایران نماند که به عنوان نایب السلطنه از فروپاشی کشور اقلن جلوگیری کند. حالا پس از 36 سال پژوهشگران جوان با داده های جدید به نتایج دیگری رسیدند و ما هم با کمک هم دیگر سعی میکنیم که تاریخ را که قابل انکار نیست مرور کنیم. البته من شاید به دلیل دیگری هم در این میان قرار گرفتم، چون یک نوع رابطه نزدیک بین من و شهبانو و آیت الله خامنه ای وجود دارد، رابطه‌ای که احیانا شما نمیتوانید پیش بینی کنید و آن این است که ما هر سه، یعنی شهبانو فرح و آیت الله خامنه‌ای و من، در یک چیزی مشترکیم و آن سن ماست. بد نیست بدانید که تفاوت سن من با آقای خامنه‌ای و خانم فرح فقط چند ماه و چند هفته است، یعنی هر سه در فاصله کمتر از یک سال با تفاوت کمی به دنیا آمدیم. من از شهبانو 5 هفته کوچکتر و آقای خامنه‌ای 6 ماه از من کوچکترند. حالا یکی ولی فقیه و حاکم امروز ایران است و دیگری هم ملکه کشور ما، همسر پادشاه ایران. قبول کنید که فقط من در موقعیت ضعیفی نسبت به هر دو اینها قرار گرفتم، اما تنها مزیتی که شامل من می شود این است که می توانم در این راستا در کار پژوهشی خودم منتقد خوب باشم و این موقعیت در عصر رسانه‌های آزاد جهانی با آزادی بیان و اندیشه تنها موقعیت خوب من است. امیدوارم که این سران دو قطب قدرتمند مرا به عنوان منتقد رژیم امروز ایران و رژیم دیروز کشورم بپذیرند. تا
تاریخ را تاریخ نویسان فقط از روی واقعیت ها می نویسند و حرف های زائد و غیر واقعی در تاریخ به هیچ وجه ثبت نمی شوند. در پایان خوشحالم که شهبانوی ما به تلویزیون ایران فردا و برنامه کوچه ایرانیان توجه دارند. امیدوارم که اگر تا کنون موافقت نکردن اقلا در آینده مثلا در سن 80 سالگی ایمان با مصاحبه در ارتباط با تلاش 100 سال ملت ایران به گفتگو بنشینند. با آقای کامبیز آتابای تقاضای مصاحبه مرا با شهبانو که سالهاست نزد ایشان بایگانی شده دوباره به جریان بیندازند. با ما باشید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.